خب لایف هستیم. سلام میکنم به همه عزیزانی که دارن الان لایف ما رو میبینن یا بعدا لایف ما رو میبینن از هر جای دنیا که هستین. امیدوارم که شاد و سلامت باشین. امروز دوباره اومدیم به خونه های شما با یک پارتنر دیگر از استرالیا. استاناز جان سلام. و امروز میخوایم یه مقدار با همدیگه در مورد مزایای این بیزینس صحبت کنیم و مزایای برتر این بیزینس نسبت به بیزینس های آنلاین دیگه. و اگرم وقت بشه به چند تا از سوالات عزیزان پاسخ بدیم. قبل از هر چیز من خودم رو معرفی میکنم. من ماندانا هستم، به مدت 14 سال با همسر و دخترم در کالیفرنیا زندگی میکنیم. بک‌گراند شغلی مامایی هست، 9 سال در بیمارستان کار کردم و بعد از مهاجرت رشته فارمیسی تکنیشن رو خوندم. به صورت پارت تایم مشغول به کار هستم و الان هم که بیزینس خودم رو راه اندازی کردم و خوشحال هستم که از سراسر دنیا با دوستای خوبی مثل ساناز جون آشنا میشم. و خودتون همونطور که میبینید این بیزینس یک بیزینس گلوبال و اینترنشنال هست و از همه جای دنیا وارد این بیزینس میشن و ما هم با دوستای خیلی خوبی از سراسر دنیا آشنا میشیم و میتونیم اونها رو آنلاین ببینیم یا اینکه به صورت آفلاین بریم استرالیا ساناز جون بیان اینجا و ما رو ببینن و با هم آشنا میشیم و یک کامیونیتی ساپورتیو داریم که در این بیزینس شما رو همراهی میکنن و شما تنها نیستید. ساناز جون شما هم خودتون رو قبل از هر چیز معرفی کنید که فالوورهای من شما رو بشناسن. مرسی ماندانا جون، مرسی از معرفیت، از وقتت. منم سلام میکنم به همگی. همونجور که ماندانا جون گفت، منم ساناز هستم، از بریزبن استرالیا هستم. یه کلاس دوم بودم، از ایران اومدم بیرون، اینجا دیگه بزرگ شدم، با همسرم و دوتا بچه های کوچیکم اینجا زندگی میکنیم. بعد بک‌گراند شغلی من حسابداریه، یعنی مدرک من تو حسابداریه، ولی خب خیلی ساله که اون کار رو انجام نمیدم. ریل استیت کار میکنم، ریل استیت ایجنت هستم تو قسمت فروش خونه رزیدنشل. و خیلی وقت بود دنبال این بیزنس آنلاین هم بودم که در کنار کار خودم، چون کار ریل استیت با دوتا بچه یه خورده بعضی موقع ها تریکی میشه، برای یه چیزی که درآمد ثابت داشته باشه در کنارش این آنلاین بیزنس هم راه انداختم، خدا رو شکر. و منم همینطور شانس دوستای خیلی خوبی مثل ماندانا جون در سراسر دنیا تو این بیزنس گلوبالمون تونستم پیدا کنم و دیگه داریم میبریم جلو کارمون رو. خیلی هم خوب. واقعا این بیزینس در کنار کار اصلی یا اینکه به صورت فول تایم هر کسی میتونه انجامش بده. شما همونطور که میبینید ما توی لایف های مختلف با افراد مختلف هستیم و میبینید که همه در کنار کار خود اصلی خودشون این بیزینس رو هم دارن ران میکنن و چون 1-2 ساعت بیشتر کار نمیبره در روز شما در روی این بیزینس کار بکنید و تنها چیزی هم که نیاز داره یک لپتاپ هست، گوشی هست، وای فای هست که در همه جا پیدا میشه و شما خودتون رئیس خودتون هستید، از هر جایی که دوست دارید میتونید این کار رو انجام بدید و خودتون همینطور که دارید میبینید هر کدوم از ما شغلهایی داریم و داریم در اون شغلها کار میکنیم، اما نیاز هست که یک درآمد جانبی در کنار کارمون داشته باشیم. نیاز هست به یک پلن بی که در کنار کارمون داشته باشیم. شاید نتونیم کارمون رو ادامه بدیم و یا اینکه به هر حال توانایی جسمیمون به اون حد نرسه که بتونیم این کار رو تا آخر ادامه بدیم. و به هر حال اتفاقاتی هست که ما قابل پیش بینی نیستن و ما برای روز مبادا، برای چیزهایی که قابل پیش بینی نیستن، باید حتما یک پلن بی برای خودمون داشته باشیم. و الان ساناز جون این علتی که وارد این بیزینس شدن همین بوده، من هم همین علت رو داشتم که وارد این بیزینس بشم. و حالا از ساناز جون میپرسم که ساناز جان
چه مزایایی این بیزینس شما رو جذب کرد که وارد این بیزینس بشید؟ خیلی پوینت خوبی رو گفتی ماندانا جان. الان که داشتی میگفتی داشتم فکر میکردم خیلی کسایی که توی این بیزنس شروع کردن میگفتن اولش اصلا فکر نکرده بودن به این که اصلا خب اگه کار داریم، مثلا یه کسی که یه کاری داره که به خاطرش سالها درس خونده و اینا، چرا باید اصلا بیاد یه کار دیگه بکنه؟ و اولش گفتم ما اصلا کلا این داستان رو دیسمیس کردیم وقتی که عدد کسایی توی این بیزنس رو دیدیم، به خاطر اینکه فکر کنیم خب ما که کار داریم دیگه، بیکار که نیستیم. به اونجای کار فکر نکرده بودن، ولی وقتی که یکم رفتن دیپتر ریلایز کردن، مخصوصا بعد از کووید که آدم نمیتونه به یه سورس آف اینکام ریلای بکنه. حالا سوالی که پرسیدی، آره، دلیلی که من اومدم توی این بیزنس چند تا دلیل بود، یعنی مزایایی که داشت خیلی زیاد بود، البته نمیشه همه رو گفت، ولی خب چیزی که خیلی خوب بود این بود که فکر کنم همه اگری میکنن، اینی که میتونی این کار خودتو با خودت هر جا ببری. یعنی ما نوامبر مسافرت بودیم، خیلی راحت من یه لپتاپم برداشتم و با خودم بردم اونجا، هر موقع لازم بود باز کردم کارمو انجام دادم. چون کارش طوری نیستش که مثل کار معمولی ما باید بشینیم ساعت ها پشت کامپیوتر یه کاری انجام بدیم، کاریه که خیلی اتوماتدی، قسمت های اتوماتد داره، شما هنوز باید کار بکنی ولی اون اتوماسیون کارو برای شما انجام میده. این بنفیتش بود. بنفیت این که یه بکاپ پلن و یه درآمد ثابت داریم، به خاطر اینکه مثلا تو کار من تو ریل استیت، خب ریل استیت بالا پایین داره، درسته وقتی که خیلی سال این کارو داری میکنی یه کلاینتل ثابتی هم داری، هی بالاخره میخرن میفروشن، این جریان داره، ولی خب اینترست ریت میره بالا، مارکت سلو میشه، هزار تا چیز ممکنه اتفاق بیفته. و برای من که مثلا دو تا بچه کوچیک دارم، هر روزم درگیریام یه شکلیه. الان مثلا این هفته پسر اول مدرسه رو شروع کرده تازه، خب خیلی تغییرات بزرگی تو زندگی ما بود. من اگه میخواستم مثلا فقط رو کالر ریلیستیت هم ریلای بکنم، خیلی کارم عقب میمون، چون من کل هفته کار زیادی نکردم غیر از اینکه با این سیستم مدرسه و اینا دیل بکنم. اینه که اینش خیلی خوب بود. و اینکه توی این بیزنس ما خیلی سپورت هم داریم. مثلا من وقتی که میگشتم دنبال بیزنس های آنلاین، خیلی یعنی خودت باید راهتو پیدا میکردی، خیلی گس ورک توش داشت، یعنی سیستمی نبود که امتحان شده میدونی کار میکنه و عین همونو میای انجام میدی. ولی تو این بیزنس ما یه پاتیه، یه بیزنس پلانیه که پیتنت شده، انقدر خوبه به قدری برای همه بنفیشله، و ما کوچ و منتور داریم که همه راهو به ما نشون میدن. سیستم قشنگ به ما راهو نشون میده، ما اختراع نمیکنیم چیزی از خودمون، میریم اون راهو فالو میکنیم و همون موفقیت که اونا به دست آوردن ما هم به دست میاریم و نفرات بعدی، هر کسی که دوست داره بیزنس برای خودش داشته باشه. این بود. و مثلا چیزای دیگه ای که داشت، خب این بیزنس یه سیستم بازنشستگی داره که این به نظر من از همش یونیک تر بود، چون هیچ بیزنسی نه آفلاین نه آنلاین تا جایی که من ریسرچ کردم و میدونم اصلا همچین چیزی وجود نداشت که شما مثلا بین 3 تا 5 سال که توی این بیزنس کار کنی، حالا کارم همون چند ساعت در روزی که وقت بذاری، هر موقع که میتونی دور کار خودت، به یه حقوق که نه، یعنی به یه درآمد ثابتی میرسی که اون درآمد رو به اضافه درآمدی که بیزنس های درمیاری میتونی داشته باشی و تا آخر اون، و بعدش هم اونو به ارث بذاری برای بچه ها. خب این برای ما، یعنی خود این یه چیز برای ما کلی بود دیگه، یعنی وقتی که اینش رو دیدیم دیگه دنبالش چیز دیگه ای نبودیم. ولی خیلی مزایا داره، خیلی مزایا داره، اینی که گلوبال هست، یه تیم خیلی بزرگه، شما هر موقع شبانه روز میتونی کمک بگیری از کسی، اگه سوالی داری همیشه یکی هست غیر از کوچ و منتور خودت که بتونه جواب تو بده، هم فکری باهات بکنه. این چیزیه که به نظر من تو حداقل تو یک سال اول تو این بیزنس آدم نیاز داره. درست میگم ماندانا جان؟ همینطور هم هست، یعنی همون اوایلش که آدم وارد میشه واقعا دوست داره که نفراتی باشه که ساپورتش کنن. از همه مهمتر همون اول که وارد میشه ما یک ترنینگ کامل داریم، همه چیز رو استپ بای استپ به شما یاد میده، کوچ و منتور همیشه با شما هستن، زوم هفتگی داریم، مسترمایند داریم،
و واقعا این بیزینس فقط لرنینگی. همین هر روز شما یاد Learn. امروز من داشتم پیاده روی می کردم، همزمان که پیاده روی می کردم مسیج می اومد از بچه های گروه های مختلف و من اونا رو چک می کردم، یه چیز جدید یاد می گرفتم توش. یعنی هر روز یه چیز جدید شما یاد می گیرید. یعنی علاوه بر اینکه شما ترینینگ های ما کامل هستن، جامعه هستن و شما خیلی چیز از این ترینینگ ها یاد می گیرید، گروه ساپورتیو هم هستن که اینها هر کدوم ما گروه بزرگ ایرانی ها داریم، گروه بزرگ افغانی ها داریم، اونهایی که از نظر زبان انگلیسی زبانش انگلیسیشون در حد متوسط یا ضعیف هست، ما گروه های بزرگی داریم که میتونن اونها رو کمک بکنن و هیچ مشکلی نداشته باشن در ترجمه کردن کلن ترینینگ ها. ترینینگ ها اینقدر ساده و بیس ویدیو هستن که شما راحت میتونید اون کار رو انجام بدید، ولی اگر مشکل داشته باشین تمام اینها رو دارن الان ترجمه میکنن برای افرادی که زبان انگلیسیشون ضعیفه. ما حتی برای افرادی که خب زبان انگلیسی رو خیلی نمیدونن براشون وبینارهای فارسی میفرستیم تا اینکه بتونن به طور کلی بفهمن این بیزینس چی هست و اگر دوست داشتن وارد بشن. خیلی هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، یعنی هیچ تجربه خاصی غیر از حالا یکم نالج انگلیش که حالا اونم داره حل میشه که anyway به فارسی یا حالا هر زبانهای دیگه هم داره میاد، بیزنسیه که هر کسی میتونه انجام بده. این خیلی جالب بود برای من چون خیلی بیزنس های دیگه اینجوری نبود. مثلا در مورد آمازون بخوای فکر کنی، باید میرفتی بهترین راهش این بود که بری چین مثلا پروداکت انتخاب کنی، تست کنی، بیاری، یعنی کلی، یعنی میخوام بگم که همه این کاره نیستن، یعنی چیزیه که هر کسی از پسش بر نمیاد، ولی چیزیه که هر کسی که واقعا بخواد اون سیستم رو برای خودش درست کنه که درآمد ثابت و سکیور داشته باشه در کنار یا به جای کار خودش میتونه انجام بده، به خاطر اینکه اون گایدنس هست. ما الان از هر نگاه کنیم از هر شغلی وارد این بیزینس شدن، دکتر داریم، مهندس داریم، دبیر داریم، پرستار داریم، وکیل داریم، هر از هر رشته‌ای که بگیم ما تو این بیزینس داریم، جراح داریم، ولی اصلا نیازی به هیچ بک‌گراند شغلی تو این بیزینس نیست، نیاز به هیچ چیزی نیست که شما هیچ تجربه خاصی داشته باشین وارد این بیزینس بشین. من خود من وقتی میخواستم وارد این بیزینس بشم از سوشال میدیا هیچی نمیدونستم و احساس کردم که اگر وارد بیزینس بشم آیا میتونم از پسش بر بیام، میتونم وارد اون دنیای آنلاین بشم؟ و وقتی وارد شدم دیدم که با اون ترنینگ هایی که ما داریم اینقدر کامل و جامع هست، اصلا هیچ مشکلی نخواهیم داشت. و اونهایی که الان این ترس رو دارن که بخوان یک قدمی بردارن برای یک کار جدید، برای یک مهارت جدید، یادگیری یک مهارت جدید، واقعا اون ترس رو باید کنار بذارن و یک قدم بردارن برای تغییر در زندگی خودشون. در این بیزینس ما واقعا افرادی رو داریم که خب در رنگ‌های خیلی بالا هستن و هم الان زندگی خودشون تغییر کرده، هم زندگی دیگران رو دارن تغییر میدن و این بیزینس شما هم واقعا خود زندگی خودتون، خانوادتون رو تغییر میدین، همین که میتونید به دیگران کمک کنید، که یکی از اهداف من واقعا تو این بیزینس همین هست که بتونم به دیگران کمک کنم، بتونم به افراد کمک کنم. واقعا ما اینجا هستیم که به شما بگیم که این سیستم یک سیستم قانونی هست و شما میتونید، شاید من اگر زودتر متوجه شده بودم که این سیستم وجود داره زودتر وارد شده بودم، ولی الان ما به شما میگیم که این سیستم وجود داره و این سیستم برای شما کار میکنه. ما به صورت فرنچایزی با تعدادی از کمپانی ها، ساناز جان خیلی از مزایا ها رو گفتن و من هم این رو اضافه می کنم که ما با کمپانی های مختلف به صورت فرنچایزی کار می کنیم براشون و در
و از طریق ادورتایزینگ در پلتفرم های مختلف درآمدزایی میکنیم که کامیشن میدیم و این بیزینس پتانسیل درآمدزایی بالایی داره. خیلی از افرادی که الان توی این بیزینس هستن کار خودشون رو کنار گذاشتن، کویت کردن بعد از یکی دو سال و ما به شما بگیم که این یک شب پولدار شدن نیست، شما باید بیاین مرا به هر حال ترینینگ هست، اونها رو اول بگذرونید، بعد از چند ماه شما شروع به درآمدزایی میکنید. و خواستم بگم که شما چه تفاوتی ساناز جان این بیزینس نسبت به بیزینس های آنلاین دیگه، حالا چند تاشو شما اشاره کردین، آمازون و فکر کنم خودتون بیزینس های آنلاین دیگر هم تجربه کردید، چه تفاوتی بین این دوتا تفاوت اصلی دیدید و چه مزایای این بیزینس داره که برتر از بیزینس های دیگر؟ اولین چیزش این بود که اول خب حالا برای کسی که مثلا واقعا تو ایران بزرگ شده، حالا از ساید ایرانی ها بگیم، خب نشنالیتی های مختلف تو این بیزنس هستن، حالا ولی اگه از ساید ایرانی بخوایم بگیم، حالا این قضیه برای من فرقی نمی کرد، ولی این تفاوت بزرگی بود که من می دیدم برای کسی که مثلا بیشتر را دستشه که با کسایی کار کنه که هموطنان خودش اینا. خب این اولین، یعنی ما وقتی که عد این بیزنس رو دیدیم، اولین عدی بود که دیدیم که به فارسیه. خب چون حدود دو سال من خیلی سخت دنبال آنلاین بیزنس بودم، یعنی باید ما یه چیزی پیدا میکردیم، من و همسرم تصمیم گرفته بودیم که no matter what ما میخوایم آنلاین بیزنس داشته باشیم و نه یه دونه، چند تا. ولی این اولینی که بود که دیدیم یه کامیونیتی ایرانی هستش، که این خب به نظر من این لول تراست رو ایمیدیتلی برای ما حداقل اینجوری بود که خب that's good then، میدونیم که واقعیه بیزنس. این اولین چیزش بود. چیز دوم این بود که خیلی بیزنس های دیگه که ما مثلا میخواستیم تحقیق کنیم، حالا غیر از آمازون، بیزنس های دیگه بود که یه جورای شبیه این بود ولی کاملا دیفرنت بود، ما نگاه میکنیم اصلا متوجه نمیشدی که کیا هستن تو بیزنس، این آدم ها اصلا واقعی هم نیستن. من میدیدم که تو این بیزنس مثلا کسایی که مثلا کوچ خود من مثلا همه زندگیش رو بود رو سوشال میدیا، شما هر روز میتونستی فالو بکنی، مثل من بود، مثل شما بود، میدونی. این قشنگ خیلی جالب بود برای من. و چیز دیگه که تفاوت خیلی بزرگی بود این همین ترینینگشه که خودت گفتی ماندارانجو، این خیلی تفاوت بزرگی بود به خاطر اینکه بیزنس های دیگه حتی یه پکیج میفروختم بهت، مثلا ما یه دونه خریدیم $980، این پکیج مثلا به ما باید یاد میداد که مثلا در این رابطه با این بیزنس چه راه و چه شکلی باید بریم، چی کار باید بکنیم، تا یه جای کم یاد میده، بعد میگه خب حالا بقیهش رو اگه میخوای حالا یه $2000 دیگه باید بدی که مثلا این کار رو بکنی، این کار هی پله پله ازت پول میگیره. در آخر هم اینجوری نیستش که ساپورت داشته باشی یا با اون آدم بتونی مستقیم صحبت کنی، همچین سیستمی نیست، فقط اون پکیج رو میخوان بفروشن. ولی این بیزنس ترینینگش هم که کوچ و منتور داشتی که جدا، ولی ترینینگش ویدیو بیس بود. این برای من خیلی جالب بود چون چیزی نیستش که مثلا حالا بخوای بشی درس بخونی، مثلا حالا یاد بگیری یه چیزی، نه، خیلی راحت تب به تب ویدیو رو نگاه میکردی، این همون ویدیو رو انجام میدادی. این خیلی ایزی بود و خیلی جالب بود. همینجا من این نکته رو بگم ساناز جان، دقیقا این چیزی رو که داریم میگیم ما الان توی بیزینسمون از 18 سال به بالا داریم تا خانم 80 سال و خانم 80 ساله که اصلا از سوشیال میدیا هیچی نمیدونه، حتی فیسبوک نداشته، ولی با همین ترینینگا الان به چه جایی رسیده در این بیزینس. دقیقا، من میدونم منتور خود من یه نفری تو تیمش هم داشت که حتی کامپیوتر نمیدونست چجوری روشن کنه. حالا نمیگم ایزی راه برای کسایی که خب دیگه کامپیوتر هم نمیدونن روشن کنن، ولی میخوام بگم که در حد ایمیل دادن، کامپیوتر روشن کردن، اینا رو اینا باید بلد باشن. ولی یکی از موفق ترین کسایی توی این بیزنس که الان 5 سال تو این بیزنس هست، یه خانومیه که حتی های سکول رو تموم نکرده، دانشگاه نرفته، همیشه مام و هاوس وایف بوده، مثلا دختر خونه بوده و بعد مام شده و هاوس وایف، یعنی هیچ جابی هیچ کاری تا حالا طول عمرش نداشته و این کارو شروع کرد و الان
درآمدی که داره در میاره اصلا یه چیزی که مثلا تصورش هم نمیشه کرد و چهار انقدر برابر موفق. یه درآمد یه کار پروفشنال هست. دقیقا اینه که خب اینا خیلی بنفیت های زیادی بود دیگه، و اینکه ما نمیخوایم چیزی رو بفروشیم به کسی. این هم خیلی برای من خوب بود، چون من کارم تو ریل استیته، من با خونه بفروشم، من نمیخواستم بیام کاری که در کنار اون میخوام بکنم باید هم فان بود برای من پرسنالی، هم باید یه چیزی بود که انجوی میکردم، هم چیزی بود که من نمیخواستم برم دنبال آدم چیزی بفروشم کار اینجوری بکنم. این یه سیستم اتوماتیکیه که ما با ادورتایز کردن کارمون رو انجام میدیم و با پروداکتی، با اینکه پروداکت داره بیزنس، ولی ما اونو نمیفروشیم. اینا خیلی بنفیت های زیادی بود برای من و اینکه ریسکی نداره. اینم چون بیزنس های دیگه که ما تحقیق کردیم و امتحان کردیم، خب همش رو امتحان نکردیم، یه سری ها رو امتحان کردیم، یه سری ها رو تحقیق کردیم تا یه جایی و دیدیم نه برای ما نیست. ریسک داشت، همش ریسک بود. مثلا آمازون شما مثلا میگفت اوکی باید مثلا یه دونه ماگ درست کنی که حالا مثلا یه شکلکی نوشته ای روش داشته باشه، مثلا حالا این پروداکت، حالا اون پروداکت فروش بره نره، اگه نره دوباره یه چیز دیگه باید امتحان کنی. اینی که این پروون سیستم بود به نظر من از همش بهتر بود، و اینکه میتونی به ارث بذاری برای بچه‌هات خیلی بنفیت خوبی بود. کلن بیزینس ما پروداکت داره، سیستم داره، سرویس داره، ولی ما با فروش مستقیم کالا هیچ ارتباطی نداریم. فقط باید به صورت غیر مستقیم این کالاها رو که از طریق ادورتایزینگ در سوشیال میدیا هست، ما باید فقط اون رو انجام بدیم. و یعنی ما نه سلز پرسن هستیم، من خودم اصلا نمیتونم که چیزی رو بخوام بفروشم یا اینکه تجربه این کار رو داشته باشم. ما نه اینونتوری داریم، خب خیلی از شرکت ها که کالا دارن این مشکلات رو دارن، باید اینونتوری داشته باشن، باید اینها رو سریع موقع بخوام بفروشن، ولی واقعا ما اصلا این مشکلات رو نداریم و تمام این کارا رو خود شرکت کامپنی انجام میده. و این کامپنی که ما باهاش داریم کار میکنیم 50 سال به صورت آفلاین داره کار میکنه و 7 سال به صورت آنلاین داره کار میکنه. خیلی هم عالی. های تیکت آیتم هستن، های تیکت آیتم. این هم خیلی مهمه، چون نمیخواد مثلا شما با یه چیز دیل بکنی که مثلا کمیشنش خیلی کم باشه. خب این های تیکت آیتم پروداکت هاییه که این نیست که باید مثلا 1000 تا از اینا فروخته بشه از طریق کمپانی که مثلا تا شما به درآمدی چیزی برسید. اینش هم خیلی خیلی خوب بود. دقیقاً. و من یه چیز دیگه ای از این بیزینس که خیلی خوش آمد دوره آزمایشیش بود. یعنی شما وقتی که اون زمانی که اسمتون رو ثبت نام می‌کنی در یکی از وبسایت ها و براتون وبینار 90 دقیقه‌ای میاد که به زبان انگلیسی هست، خب به صورت کلی برای شما در مورد بیزینس توضیح میده، ولی ممکنه خیلی ها هستن، من خودم هم همینطور بودم، خیلی متوجه نشیم چون به صورت کلی داره میگه و ما خیلی سوال داریم برای خودمون. و اگر بخوایم به اون سوالا پاسخ بدیم، حالا ساناز جون شما بگید که کلن مرحله آزمایشی چطوری هست، چرا ما میگیم اینقدر مرحله آزمایشی خوب هست و واردش بشید؟ خیلی مرحله خوبیه، راست میگی ماندانا جون، و اینم راست میگی، من یادم نبود اینو بیزنس های دیگه اصلا نداشتن. این خیلی پوینت خوبی بود. این مرحله خیلی خوبه چون شما هیچ ریسکی بر نمیدارین. یعنی اگر بیزنس رو میان وارد بیزنس میشین و دیدین که دوست ندارین، به هر دلیلی برای شما مناسب نیست، میرین. یعنی اصلا هیچ چیزی نداره. توی این مرحله شما وارد میشین، 30 روز وقت دارین، وارد گروه پرایوت فیسبوک ما میشین، اونجا با بیزنس اونرهای دیگه آشنا میشین. گلوبالی 180 خورده هزار نفر هستن توی اون گروه. شما میتونین بیان ببینین درآمدا چه شکلیه، چه جور آدمایی توی این بیزنسن، همه چی رو متوجه بشین. یه سری پری کوچینگ ویدیو برای شما فرستاده میشه توی اون دوره که همه رو نگاه کردین، یعنی امکان نداره سوالی براتون بمونه. البته که سوال داشته باشین کوچ هست، میتونین سوال کنین، ولی اینقدر اینا کامله که به شما همه چیو از بیزنس پلان، از کمیشن، از کمپانیایی که کار میکنیم، از ریتایرمنت پلان، از همه چی این بیزنس برای شما میگه و اینکه کارتون دقیقاً چیه، اینا همه رو توضیح میده.
شما 149 دلار یو اس میدین، وارد این دوره ترایل میشین، 30 روز وقت دارین تصمیم بگیرین، که البته نرمالی آدم ها تو همون هفته اول مکسیموم دوم تصمیم خودشون رو میگیرن، ولی 30 روز وقت دارین که هر چقدر میخواین در مورد این بیزنس تحقیق کنین وقتی که همه چی رو دیگه میدونین. اگر تصمیم گرفتین که تو این بیزنس باشین، سوالاتون همه جواب داده شد، شما یه کوچینگ کال بوک میکنین با یکی از کوچر با تجربه ما که به شما زنگ میزنن و در مورد استراتژی که وارد این بیزنس بشین با تو صحبت میکنن. اگر که تصمیم گرفتین که و اینکه اون 149 دلاری که شما میدین وقتی که میایین توی این بیزنس، اون کل ترینینگ شما، آپدیت های ترینینگ، آپدیت های همه پلتفرم ها، کوچ، منتور، وبسایت شما، فانل شما، همه چی رو کاور میکنه تو همیشه. این خیلی مهمه. ولی اگر تصمیم گرفتین که بیزنس برای شما نیست، تا قبل از اون 30 روز و قبل از کوچینگ کالتون میتونین ریکوست ریفاند بکنین بدون هیچ سوال جوابی، 149 دلار شما برمیگرده. چون اگر شما تو این بیزنس قرار نیست باشین، نیازی نیست که وبسایتی درست بشه یا کاری انجام بشه و اون پول برای اونه. این کل دوره آزمایشیه که خیلی ریسک فری و عالیه. برای هر کسی که اون وبینار رو نگاه کرد و دید که دوست داره بیشتر در مورد این بیزنس بدونه، استپ بعدی بلافاصله بعد از اون اینه که شما بیاین وارد دوره ترایل بشین و ببینین که این بیزنس دقیقا چیه. خیلی عالی و خوب توضیح دادین، ممنونم. ساناز جان، چند نفر اینجا هستن که از پیج من هستن که زبانشون انگلیسی هست؟ اگر ممکنه میشه به صورت مختصر در مورد این مزایایی که الان گفتین یه مقدار به زبان انگلیسی بگین؟ آره حتما حتما. So I'm just going to explain really quickly just a few minutes about what we're talking here, because we know there's a lot of Persian speaking people listening and a lot of non-Persians as well. So we wanted to talk about the benefits of this business just as a quick summary, which you can get more on this once you watch the webinar and you come into the trial period. But as a summary, some of the benefits that I found in this business, as opposed to other businesses especially, is the fact that you get to come in and trial the business, so you don't have to commit to it. You can trial, and if you like it, you've got 30 days to decide whether you want to be in the business or not. It's got step-by-step training, so you've got guidance from lifetime guidance from a mentor and a coach, and a training platform that is available to you always, and it constantly gets updated. So we work with 7 platforms, and that any platform, social media platform that increases will be added to the training. So like TikTok is more recent, you know, there's Pinterest and all of those. Everything is on there for you. And if those platforms get updated, our training gets updated. The cost of that, normally, if you were to go and learn at least 2 platforms out somewhere offline, you would be paying at least about 16,000 for something like that in most countries. Whereas with us, you just get it as part of your package when you come into the business, which you get for $149 to come into the trial. The other benefits of the business is that you have a retirement plan, which again, no other online business that I came across or tried had that, because in this business, the business model is so special. It's so well designed, it's patented, and it's designed so that you're pretty much set for life, and you can leave the business to your kids as well. So I'm a real estate agent. There's no way I can leave that to my kids. They're not going to sort of go out and sell properties. Whereas with this business, when you work between 3 to 5 years, you generally within that time frame you reach a retirement level. That means that you get a fixed income from this business on top of whatever you make every month out of the business. That money, the fixed money, is paid to you forever, and after you is paid for, you can transfer it to your children. It gets passed on to them. So this was a massive benefit of the business. And the support system that you've got, the fact that it's global and you can carry the business with you anywhere you go, even if you change countries. Like I'm living in Australia, if I decide to pack my bags and go and live in Paris next year, I can just take my business with me, and all I have to do is just let the company know, and they just give me a different ID suitable for wherever I'm moving to. I can take it on holidays with me. It's flexible. You can work whenever you want, and all you need is about 1 to 2 hours a day spent on the business. So it's not something that you need to do full time.
A lot of people are doing it on the side of what they are doing, and some people, the income has exceeded so much that they've quit their day jobs and this is all they're doing. But still, they don't need to spend 7, 8 hours a day on it. It's still just a couple of hours. So just in a bit of a nutshell, these are some of the benefits of the business and the fact that you get to trial it. So if you are keen, head to Mandana's website or mine and ask for the webinar, watch that workshop. It's a 90-minute webinar. It will give you some idea of the business. And then if you'd like to know more, immediately you can click on the trial, register to come into the trial, pay the $149, which is refundable if you don't come into the business, and get the whole package, which explains to you everything about the business, everything you need to know. It won't leave you with any questions. And then you can decide from there whether it's for you or not. And if you want to stay, you then book a coaching call with a coach who then talks to you about the strategy and the next step. And if you don't, you then request your refund for that $149 you paid to come into the business. So Manda and I just wanted to give you a bit of a nutshell explanation if you are listening so that you know what it's about. That's generally. Great. That's great. Thank you so much, Sonos. خیلی ممنون از همه عزیزانی که لایو ما رو دیدن. امیدوارم که اگر سوالی داشتن این لایو بتونه به سوالات اونها پاسخ بده. اگر ساناز جون شما دیگه صحبتی ندارین که لایو رو ببندیم. عالی، نه ماندانا جون عالی بود. نه دیگه اگر سوالی داشتین دیگه با ما میتونین تماس بگیرین دیگه. مرسی از وقت همگی، مرسی از وقت شما ماندانا جون. مرسی از شما که اومدین به لایو و مرسی از همه بینندگان. خدا نگهدار. خدا نگهدار.